به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. منابع در غرب کابل میگویند که یک جوان 18 ساله در منزل پنجم یک مارکت خود را القابیز کرده و به زندگیش پایان داده است. این رویداد حوالی ساعت 3:30 بعد از ظهر روز یکشنبه در منزل پنجم مارکت محمدی واقع در بین استگاه های نقاش و دواخانه در دشت برچی رخ داده است. منابع میگویند که این جوان ابتدا میخواست خود را از مارکت پایین اندازد، اما بعدا منصرف شده و در منزل پنجم در یک محل گوشه خود را القابیز کرده است. یک منبع به روزنامه اطلاعات روز گفت که شخصا همراه با چند جوان دیگر جسد این جوان را پایان کرده و داخل امبولانس گذاشته است. این منبع گفت که هنوز هویت این جوان مشخص نشده و جنازه‌اش به طب عدلی منتقل شده است. او افزوده که انگیزه خودکشی این جوان مشخص نیست، اما احتمالاً مشکلات اقتصادی و یا روانی ناشی از فشارهای زندگی تحت حاکمیت طالبان از عوامل اصلی آن باشد. اطلاعات روز میگوید پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، موارد خودکشی افراد جوان در بخش‌های مختلف کشور افزایش یافته است. علت اکثر این خودکشی ها ناامیدی نسبت به آینده، فقر، بیکاری و مشکلات روانی میباشد. واکنش طاهر ظهیر به انفجار دشت برچی. وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت پیشین با اشاره به انفجار غرب کابل گفت نفرت پراکنی خواسته یا ناخواسته افغانستان را عملا به سمت روندایی شدن سوق می‌دهد. طاهر ظهیر در یادداشت در شبکه ایکس این انفجار را ناشی از نفرت پراکنی علیه هزاره‌ها دانسته است. خالد زدران سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل گفته است که بعد از ظهر یکشنبه در انفجار بم کارگزاری شده در یک موتر مسافربری در دشت برچی یک نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. آقای ظهیر در یادداشت خود با اشاره به این که در این انفجار 10 انسان هزاره کشته یا زخمی شدند نوشت هیچ معلوم نیست که کشت و چرا کشت، اما واضح است این عمل پیامد نفرت پراکنی در کشور است. این مقام حکومت پیشین هشدار داده است که کشتار علیه یک قوم مشخص که اشاره او به هزاره ها است افغانستان را به سوی روندایی شدن پیش می برد. نسل کشی رواندا در درگیری میان دو قوم هوتو و توتسی بیش از 800 هزار نفر از قوم توتسی کشته شدند. سازمان ملل این کشتار را به عنوان نسل کشی به رسمیت شناخته است. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت پیشین افغانستان در یادداشت خود افزوده است که رواندا یک شبه به سوی تصفیه قومی نرفت. نفرت پراکنی آهسته آهسته عوض را به جای رساند که در کمترین مدت نزدیک به 1 میلیون انسان توتسی توسط هوتوها به قتل رسید. والی پیشین بامیان با اشاره به نفرت پراکنی در افغانستان نوشت امروز هر ملا و مولوی آزادانه علیه قوم مشخص نفرت پراکنی می کند. در سالهای اخیر با افزایش کشتار هزاره ها در افغانستان، فعالان هزاره در سراسر جهان کازاری را برای به رسمیت شناختن نسل کشی هزاره ها برا انداختن. اشاره آقای ظهیر هم به همین کشتار هزاره ها است. درگیری میان ارتش و شبه نظامیان در خیبر پختونخوا پاکستان. پلیس پاکستان ضربه دید. ارتش پاکستان اعلام کرده است که در نتیجه 3 درگیری میان نظامیان این کشور و شبه نظامیان دست کم 1 نظامی و 4 شبه نظامی کشته شدند. این درگیری ها در ایالت خیبر پختونخوا که هم مرز با افغانستان است رخ داده است. دفتر روابط عمومی ارتش پاکستان یکشنبه در بیانیه گفته است که در جریان تبادل آتش در یکی از مناطق درگیری عزیر محمود ملک سرباز 24 ساله به شدت زخمی شد و در شفاخانه در شهر پشاور جان باخت. بیانیه افزوده است که درگیری های روز جمعه در 3 منطقه از ایالت خیبر پختونخوا رخ داد، اما جزئیات بیشتری از چگونگی عملات منتشر نکرده است. خیبر پختونخوا که هم مرز با افغانستان است از ایالت هایی است که گروه های مسلح به ویژه تحریک طالبان پاکستانی یا TTP که پاکستان آن را تروریستی و خوارج می خواند فعال هستند. پاکستان طالبان افغانستان را متهم می کند که از این گروه حمایت می کند و در خاک افغانستان به اعضای آن پناه می دهند، موضعی که طالبان آن را بارها رد کردند. و در پایان، منابع محلی در بلخ می گویند که طالبان پس از نشر خبر بازداشت محمد اکرم حسین زاده مسئول مؤسسه ملی حمایت از معلولان، فعالیت این مؤسسه را در این ولایت تعلیق کردند. منابع یکشنبه به روزنامه هشت صبح گفتند که ریاست اقتصاد طالبان در بلخ مسئولان مؤسسه ملی حمایت از معلولان را فراخوانده و فیصله تعلیق فعالیت این مؤسسه را برایشان ابلاغ کرده است.
محمد اکرم و حسین زاده حدود 2 ماه قبل توسط استخبارات طالبان در بلخ بازداشت شد و خانواده‌اش نیز در اثر فشار حوزه اول استخبارات وادار به کوچ اجباری شد. وی یک پایش را در جنگ‌های سابق از دست داده و در حکومت پیشین در بخش‌های دادخواهی از حقوق اشخاص دارای معلولیت فعالیت داشت. طالبان تا نزدیک به 3 سال حاکمیتشان در کشور همواره موسسات داخلی و خارجی را مسدود کردند. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.